حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی از هامبورگ آلمان با ماست. آقای شریعت‌مداری، به نظر میرسه دعوا بین رئیس جمهوریه که پشتوانه رأی مردمی رو داره و رهبری که اون پشتوانه رو نداره و قدرتش رو از جای دیگه میگیره. گرچه هر دو طرف ادله فقهی میارن، اما دعوای سیاسی است. بله، ببینید، این تضاد نهادینه در قانون اساسی که واضعین اون در آن گذاشتن چیزی نبود که در ابتدای وضع قانون اساسی مورد غفلت هرچند تعدادی انگشت شمار در جامعه قرار بگیره. مرحوم پدر من آیت الله العظما شریعت مداری با صراحت در مقابل رأی آقای خمینی که اون موقع پشتیبانی از این قانون اساسی متضاد بود ایستاد و در اعلامیه‌های مختلفی نوشت و گفت که اصل 56 قانون اساسی که ابتناع قدرت را در جمهوری اسلامی به مردم واگذار میکنه با اصول 56 و 108 تا 110 قانون اساسی که اون رو به ولی فقیه طی انتخاب مجلس خبرگان واگذار میکنه در تضاد اصولی و ماهوی است و ایشان اختار کردند که این تضاد ماهوی جمهوری اسلامی را و قانون اساسیش رو بی اعتبار خواهد کرد. خوشبختانه امروز صحت این پیشبینی یا شوربختانه معلومه، یعنی در بزرگترین سطح حاکمیت پس از 37 سال که این دعوا باعث عدم استقرار این نظام سیاسی شده و همچنان چون دملی و زخمی در اون وجود داره بین بالاترین سطوح حاکمیت مطرحه و امروز آقای روحانی و آقای خامنه‌ای مشغول دوئل لفظی بر سر این هستند که آیا حاکمیت از آن مردم هست یا از آن ولی فقیه. اشکال اساسی در اینه که در جمهوری اسلامی شخصی که تا 24 میلیون رأی مردم رو میاره باید تابع فردی بشه که در طی یک انتخاب به شدت مشکوک از طرف مجلس خبرگان در سال 89 که در اون موقع انتخاب خود مجلس خبرگان حداکثر با 20% مشارکت مردم صورت می گرفت باید تابع چنین فردی باشه و سیاست های کلان مملکت و اکنون ریز و کلان مملکت باید در اختیار چنین شخصی باشه. خب این تضاد قابل حلی نیست و خود را نشان خواهد. اما در وضع میبخشید حرفتون رو قطع میکنم، اشکال رو از قانون اساسی میبینین، ولی در همین گزارش مجید شنیدیم دقایقی پیش که آقای خامنه‌ای در سال 66 زمانی که خودشون رئیس جمهور بودند کاملا خلاف همین رو میگن که امروز دارم میگن، یا شبیه همون چیزی رو میگن که آقای روحانی داره میگه. اونجا چه اتفاقی افتاده؟ بله، ببینید، قانون اساسی یک تضاد نهادینه‌ای رو داره که بالفعل کردن اون تابعی از تمایلات افراد و تعادل قواست. آقای روحانی، آقای خامنه ای اون روز رئیس جمهور بود، با نخست وزیر دعوا داشت، در مقابل ولی فقیه اختیارات بیشتری میخواست و بنابراین به این اصلی که امروز آقای روحانی از نهج البلاغه اشاره میکنه اشاره میکرد. امروز که ولی فقیه هست میدان میده که آقای مصباح یزدی و دیگران بگویند که ولایت نسب خداست و ما فقط اون رو در مجلس خبرگان کشف میکنیم و در نسب اون نه مردم و نه ما دخالتی نداریم. در حقیقت آقای خامنه ای خود میداند که امروز پایگاه چندانی بین مردم نداره و از سوی دیگر اون که آقای جنتی انجام داد امروز و به نحوی آقای روحانی هم در گفته هاشون گفتن، آقای جنتی که میتوانست این اطلاعیه از شورای نگهبان که مفسر رسمیه قانون اساسی و قانون بده این رو از مجلس خبرگان داد، این یک اشاره واضحی به جریان رهبری بعدی داره و این که آقای روحانی که متکی به آرای مردم هست آیا شانسی در این رهبری خواهد داشت و یا این که طبقه غالب روحانیت حکومتی که به نیروی قهریه متکی است و تعادل واقعی قدرت رو در چنگال داره همراه با سپاه کسان دیگر رو در نظر دارن و آقای روحانی بدون اتکا به مردم در این صحنه شانسی نخواهد داشت. دعوا یک دعوای سیاسی است، تعادل قدرت حرف اول رو میزنه ولی ماهیت و اصل آن در تضادی است که در قانون اساسی نه.
ممنونم از شما حسن شیادمداری، فعال سیاسی از هامبورگ آلمان.